الان شما ببینید همین مسئله کرونا پیش اومده، بسیار نکته رو بهش عنایت کنید. خب مریضی یک واقعیتی میتونه خطرناک باشه، کشنده باشه، همه اینا میتونه باشه. ما خب دستورهای بهداشتی داده میشه، حالا چیزای بهداشتی، دکترها، پزشکا، همه اینا ما هم رعایت میکنیم، تو فاصله میمونیم، تو خونه هامون میمونیم، بیرون نمیایم و اینجور چیزها. اما همون تصور ترس، باور کنید یه چیزی رو میدیدم که نمیدونم یک کدوم از این خبرگزاری ها بود، فاکس نیوز بود یا سی ان ان، آورد یه پروفسوری و یه آقایی معلوم نیست توی چین کجا ورداشته یه چیز نوشته که آقا آب لیمو کرونا رو خوب میکنه، میلیون ها میلیون ویو خورده که حالا هیچی، کشف بزرگی که شده. بعدش مردم شروع کردن با آب لیمو خوردن. این آقا حرف خوبی میزد، پروفسوری بود، گفت آقا لیمو سبزیجات چیز خیلی خوبیه، اما والله هیچ تأثیری رو کرونا نداره. این خبرنگار گفتش که پس چرا یه همچه شایعاتی رو میدن؟ گفت این مردم میترسن، تصور این ترس هست. وقتی تصور این ترس وجود داره، آقا آب لیمو بخوریم، خب آب لیمو بخوریم، آقا پشه ناقل نمیدونم کرونا، آقا پشه کجا ناقل، کدوم مرکز علمی اینو گفته؟ حالا میخواین من بیام اینجا به جای اینکه این حرفا رو بزنم بگم آقا اینقدر زیمزومزوم کنین، دوتا دعا و تلسم من بلدم، از آسمون اومدم رو زمین، این تلسما رو بهتون میدم، شما از کرونا نجات پیدا میکنید؟ به خدا شنونده هاش بیشتر خواهند بود تا واقعیت. همون اونهایی که طرفدار همون علمن. پس ببینید با ما چه میکنه تصور ترس، تصور ترس. ما فکر میکنیم با این تصور، حالا بگو اینا مخربه، اینها مخربه، اینها واقعیت نیست. نه نه نه، تو حال منو نمیفهمی. ولی وقتی که میگی آقا راهکار اینه، تو باید اینجوری برخورد کنی، فرد متوجه نمیشه، چون اون تاریکی رو دوست داره که مولانا داره به این اشاره میکنه.